یه نگه در آمه اینه پیسه رو پیش سر انداخته میده چی گه پس آقایم گفته پس انداز کن دردا که دیگر ایچ خندهی در کلبه های ما نیست روز مرگم عشق را پیدا کنید روی قلبم عشق را پیدا کنید روی قبرم لاله را پرپر کنید بعد مرگم خنده را سر کنید رفتنم را ای دوستان باور کنید شخصی که در خوشی های هموطنش خوش و در غمش اندوهگین می بود درد و فقر جامعه را با طنزهای انتقادیش انعکاس می بخشید اما چی دردآور و چی سخت است که در گوشه کلبه غریبانه چند روز درد را تحمل و بالاخره چشمش را برای ابد بست گوش فرا می دهیم به صحبت های برادر مرحوم جلالی بسم الله الرحمن الرحیم ما محمد عظیم برادر محمد آصف جلالی و باید بگویم که انا لله و انا الیه راجعون جلالی صاحب خدا رحمت کنه خداوند ببخشش ارواحش شاد داشته باشه الهی تقریبا 2 سال یا 3 سال مریض بود تکلیف مشکل قلبی داشت و کمی البته 6 تکلیف داشت دیگه 2 سال سال آخری یک ذره زیادتر اینمی چند وقته یک ذره شدیدتر بود از اینمی خاطر دیگه اونمون روز چهارشنبه تقریبا طرف های بعد از 8 صبح یا تا 9 و 10 همی جهان ترک گفت و وفات کرد متاسفانه مهمش همی بود که از اثر عملی قلبی که یک 2 دفعه شده بود همی بار سیومش بود ابراز همدردی نشده بلکه ما را اذیت هم ساختن برادر ما خودم برآمدیم خواهش کردیم که شما فردا بیان امروز روزش نیست درست است در داخل خانه ما آمدن و تصویر گرفتن میفهمین باز خواهش کردیم که بیرون شوین خلاصه تا که به خاک سپردیمش ما را جز از اینکه اذیت ساختن و ما ایره میفهمیدم که تو به نفع خودت منافع خودشان را در نظر گرفته همینجا ما را اذیت ساختن بسیار شکایت جدیم دارم آزردام هستم هرچی که شما حسابش میکنین ما بسیار آزرده هستم از اینا من بلکه خود جلالی از اینا آزرده است بسیار خوب اگر خدمت میگیش خب مردم خندان لبخند آورد در لب مردم و اینمی هم سمرش که شما در امروز برای ما دادیم ما را درک نکردیم ولی تا هدیره تا سر خاک ما را اذیت ساختیم ما بسیار شکایت دارم از یا و بسیار ما آزرده هستم همه ما آزرده هستیم از اینا و خود حضوام آزرده بود از امیا و هستم من میپالم که یک رفتار بدش پیدا کنم که حداقل کم دل ما تسلی شه که نمیتونی یک بد بود داشت نه خیلی فقیر پرور خیلی زندگی ساده همینجا را میبینین شما یک گلاس چای این برادر ما هسته از وقت این دوستش هسته من برادر خود در چهره از این نمی ها میبینم اینی ها سر ما آمدن دوست و از خود ما اینی بود که آمدن تسلی بر ما دادن کل زندگی آصف جلالی اگر براتان بگویم همی بوده که 4 تا در گردش جمع شوه و امو ساعت یا امو شب یا امو روزی که نشستن امو به خوشی تر شوه یا به خنده تر شوه دائم کوشش میکرد که کسایی بشینه که ساده همی از خود ما بیگانه هر کسی میامدم اینجا پیشش در خدمت همگی بود باید بگویم برادر که فقط از امی برادر که همی برادر دیگه ما را روان کرده امرای کمره که اسمشان عطا امین است و خارج از افغانستان زندگی میکنن و مقصدشان امی است که امی خاطرات ازی امی یاد ازی
امیا عزیز زنده نگاه شوه و خودش کدام مقصد منافع شخصی خود نداره. ما بسیار یک تشکری خاص از این میکنم. پروردگار عالم صحت نصیبشان بگردانه و ما بسیار خوشم هستم از این برادر ما. احمد ولی جلالی فرزند سوم جلالی، مانند پدر دارنده استعداد عالی هنری بوده و امید در بخش رشد و استعداد ایشان توجه و همکاری صورت گیرد. گوش فرا می دهیم به صحبت های فرزند سوم خانواده. نام احمد ولی است. پسر سوم آصف جلالی می باشم. دو برادر کلان، یک برادر کوچک دارم که سرجم فامیل ما 8 نفر می باشه. مریضی قلب بود، شش داشت. در دو سه سال آخر برش زیادتر شد کم زره، که دیگه خانه نشین هم شد کم زره. یک هفته پیش دیگه بسیار مریضی زیاد شد، 4-5 روز در خانه هم بود. ما خودم ها زیادتر کتی امرایش هر جای می رفتیم با مردم می گفتی هم بسته هستن با یکی دیگه، اخلاق نیک داشت امرای کلشان، مردم هم کدن قدر میکدن، عزت میکدن. بله می خواهیم که یک نفر باشه ما را حمایت کنه، که ما بتانم جای پدر ما بگیرم، نامش بلند کنم. احمد یوسف فرزند بزرگ مرحوم جلالی با زبان ساده و بسیط در مورد پدرش چنین گفت: به نام خدا. السلام علیکم، اسم محمد یوسف، صنف 11 مکتب هستم، پسر کلان جلالی صاحب هستم. پدرم تقریبا از 4-3 سال پیش به ایسو مریض شد. دیگردم یک هفته پیش بیخی مریض بود، جای نرفتم از خانه تا کمله قلبی اولش گرفت، از دنیا رفت. ما خب بسیار احترام برشان داشتم چون که پدرم بود، برکس کار کس هست دیگر، به مخ پدرم بود، مرم زیاد دوست داشت دیگر. تو پدر نبود که امرای سرار گپ امرای چیز دوا کنه یا چی کنه، هم یگان گپای مهم که بود دبارش بس میکردیم، غیر از او دیگه بوده کار خود بود، من کار خود. خودم خود چیز برنامه ندارم، شاید یک بیادر دو بیادر رو تشویق کنم که امرای پدر من بگیره، یادش زنده کنه، خاطرهش زنده کنه. دوست قریب و صمیمی جلالی زندیات در رابطه به این که در اوقات فراغت مرحوم جلالی رو به بازی سنوکر می آورد چنین گفتند: بسم الله الرحمن الرحیم، اسم ما خوشحال است. اندیوال تفلی تا اینمی 4 شب پیش از مرگشان با هم 24 ساعت اگر نبودیم 12 ساعت 5 ساعت و 6 ساعت با هم یکی بودیم و یکی هم عریف سنوکر با هم یکی دیگر بود. خاطره خوش اینی بود که تمام روز در موتر کش میگشن، در جای سیاسرا و تا بیادر خادمای بزرگ، ای تو به افتخار، به یک فخر، به یک خوشی جلالی صاحب خواهش میکرد که جلالی صاحب اجازت باشه یک عکس بگیریم، که خیلی فقیر پرور بود، کمک با غریب میکرد بیری یا و تو یقین کو که یک روز پیشری ما به یک آدم میک کمک کرد که نزدیک و آدم از خوشی زیاد او فکر کرد که برو یک 2000-3000 افغانی است، اما او که در قف دست خود صدیه دلار دید بیخی همی زبان زده شد. با رفاقت غریب خیلی خوش بود. یارا فکر نکنم که جای جلالی صاحب کس در افغانستان و در رسانه جایش پر کنم. او یک آدمی بود که یک استعداد خداوندی داشت. یک تن از اقارب نزدیک مرحوم جلالی ابراز امتنان از ملت افغانستان نموده چنین فرمودند: اسم آجی محمد زایر است، آصف جلالی نواسی کاکای ما میشه. دیگه رویه و کردارش با فامیل طور بود که مثل نمیشناختی که برادر است، ای پدر است، ای مثلا مادر است، ای با هم اگه تو دائم خوش و خندان و الحمدلله، هیچ وقت کدام گپی چیزی نبود. اما مرگ جلالی برای ما بخی یک فاجعه آوره شد، یعنی زود به هنگام، و یک ضایعه بزرگ است برای رسانه ها و برای کمدین های افغانستانی و برای هر چی که حساب بکنیم. فقط همه قرار میگیم تشکر از برادرها، تشکر از دوستان، تشکر از تمام ملت افغانستان، چی در خارج هستند چی در داخل هستند، که به ما تسلیت دادن در رسانه ها و در به اصطلاح صفحه های مجازی
که برای ما مردم تسلیت دادن. ما از اونها خیلی تشکر میکنیم، تشکر هستیم و فقط امیرم میگم که ما به حق جلالی دعا میکنیم خداوند جنت فردوس نصیبش بگردانه بازماندگانش، خواستن والدیش صبر جمیل بود. بس دوست دیگر جلالی مرحوم که بالای مرقدش نشسته با چهره غمگین در رابطه به غریب پروری ایشان چنین فرمودند: ولی بسم الله الرحمن الرحیم، دوست جلالی هستم، برادر جلالی است، بچه مامایش هستم، دوست بسیار صمیمی بود که قدما همیشه ما قدش بودم، قدش میگشتم، مال سر قبرش آمده دعا میکنیم خداوند روحش شاد داشته باشه. عادتای خوبی داشت که دمیجا می اومد، ما خودم قدش بودم میشیشتیم، یک نیازمنده که پیدا میشد می اومد، یک چیزی در دستش مرا میداد، میگفت هیره برو بتش، و او که دعا شروع میکرد که جلالی صاحب خداوند تو کنه، میگفت برو مرا آزار نده، خدا خودش میکنه کارش. آدمی بود که قدم آدمی که مثلا تبش میخورد و میخواد کدش بگرده کدش باشه، مرا پیدا میکرد. خلاصه بر طریقه ای که میشود تو یک آدمی با استعداد بود. دعا میکنیم خداوند روحش شاد داشته باشه. از جلالی گفتنی هایش بسیار زیاد است. در خاتمه یک بار دیگر برادرشان چنین گفتند: و ما از کسایی که دوستای هر خاص و عام همینجا که آمدن اشتراک کردن از کلش تشکری میکنم، تسلیت گفتن بر ما و از حکومت ما، از دولت، همین حوزه امنیت، حوزه پلیس، از این خیلی ما تشکری میکنم که آمدن همینجا اشتراک کردن و بر ما آمدن امنیت را گرفتن، گرچه که چیزی گپ نبود، ولی در اثر ادیره هم ما دیدم که آمده بودن. ما خیلی تشکری میکنم از پیشان، اینا هم در جریان بودن. و مسئله دیگه ای که در چند روز میشنوم یا میبینم در صفحات مجازی، شاید نکنین بعد از چون ارواح از یه میادم روحش شما پریشان میسازین، دیگه هیچ کار نمیتونین و خودتان بد کنی به هم به خود میکنی و اگر خوب کنی هم به خود میکنی. برادر دیگه دعا میکنیم برش، پروردگار عالم روحشان شاد داشته باشه و من الله توفیق.